نامه 82 سناتور آمریکا به باراک اوباما، ضرورت برچیدن برنامه اتمی رژیم آخوندی و تشدید تحریم‌ها در صورت تخلف رژیم. محورهای نامه اکثریت عظیم و دو حزبی اعضای سنای ایالات متحده: رژیم ایران هیچ حق مسلمی ندارد که غنی‌سازی اتمی داشته باشد. هر توافقی باید برنامه اتمی رژیم ایران را به طور کامل از کار بیاندازد و برای همیشه مانع از آن شود که این رژیم اورانیوم یا پلوتونیوم برای بمب‌سازی داشته باشد. رژیم ایران هیچ حقی ندارد که تجهیزات غنی‌سازی به هیچ دلیلی داشته باشد و باید سایت فردو و آب سنگین عراق را از کار بیاندازد. به این رژیم باید تفهیم شود که اگر به برنامه اتمی خود ادامه دهد، تحریم‌های بسیار سخت‌تری در راه است که صادرات نفت آن را شامل خواهد شد. به گزارش واشنگتن پست 16 مارس 2014 و دیگر رسانه‌های آمریکا و جهان که نامه 82 سناتور آمریکا به باراک اوباما را منتشر کردند، یک اکثریت عظیم دو حزبی در سنا شامل سناتور رابرت منندز رئیس کمیته خارجی سنای ایالات متحده و سناتور چارلز شومر از حزب دموکرات و سناتور لینزی گراهام و سناتور مارک کرک از اعضای ارشد سنا از حزب جمهوری‌خواه با امضای نامه‌ای خطاب به اوباما خواستار ادامه تحریم‌های فعلی علیه رژیم ایران و تشدید تحریم‌ها در صورت تخلف رژیم از توافقنامه ژنو شدند. در نامه امضا شده توسط 82 سناتور خطاب باراک اوباما از جمله آمده است: آقای رئیس جمهور، همه ما امیدواریم گفتگوهای فعلی برای همیشه به توسعه ظرفیت تسلیحات اتمی رژیم ایران پایان بدهد، ولی برای پیشبرد دیپلماسی و موفقیت آن بایستی پیام روشنی به رژیم ایران بدهیم تا هیچ جایی برای اشتباه آنها باقی نماند. ما مثل شما باور داریم که این فشارهای تحریم‌های اقتصادی بود که رژیم را پای میز مذاکره آورد. ما باور داریم که کنگره نقش مستمری در پیشبرد موفقیت گفتگوها با رژیم ایران دارد. بنابراین در حالی که گفتگوها به جلو می رود، ما خطوط و اهداف خودمان را برای رسیدن در گفتگوها برجسته خواهیم کرد و به رژیم ایران نشان خواهیم داد که نباید دستورات توافقنامه را نادیده بگیرد. بدین وسیله ما حمایت خود را از محورهای زیر که معتقدیم محور سیاستهای کاخ سفید نیز هست مشخص می‌کنیم و از شما می‌خواهیم برای پیشبرد آنها تا زمان رسیدن به توافقنامه نهایی با رژیم ایران پافشاری کنید. رژیم ایران هیچ حق مسلمی ندارد که غنی‌سازی اتمی داشته باشد. هر توافقی باید برنامه اتمی رژیم ایران را به طور کامل از کار بیاندازد و برای همیشه مانع از آن شود که این رژیم اورانیوم یا پلوتونیوم برای بمب‌سازی داشته باشد. رژیم ایران هیچ حقی ندارد که تجهیزات غنی‌سازی به هیچ دلیلی داشته باشد. به عنوان مثال، سایت فردو و آب سنگین عراق را باید از کار بیاندازد. همچنین رژیم ایران بایستی به طور کامل درباره فعالیت‌های سوال برانگیز خود در پارچین و سایر فعالیت‌های مشابه توضیح بدهد. رژیم ایران بایستی نگرانی‌های ذکر شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را به طور کامل برطرف کند. و رژیم ایران بایستی به بازرسی‌های بلند مدت و سرزده و ناگهانی تن بدهد تا ما مطمئن شویم که این رژیم تحت هیچ شرایطی به هیچ گونه فعالیت‌های تسلیحاتی اتمی مبادرت نکند. ما نباید به رژیم ایران اجازه بدهیم که در دوران گفتگوها بتواند تحریم‌ها را دور بزند. ما نگران این هستیم که کمپانی‌ها و بعضی از کشورها بخواهند روابط اقتصادی خود با حکومت تهران را گسترش بدهند. ولی همانطور که شما بیان کرده اید، ما باید مثل کوهی از آجر روی سر آنها خراب بشویم تا نتوانند تحریم‌ها را نادیده بگیرند. آقای رئیس جمهور،
برای رسیدن به یک توافق نهایی ریاست جمهوری بایستی با کنگره در تماس باشد و با کنگره کار کند. اگر گفتگوها با رژیم ایران به شکست منجر شود یا رژیم ایران توافقهای حاصل شده را نفی کند، ما باید سریعاً و شدیداً تحریم‌ها را گسترش بدهیم. مهمترین موضوع این است که رژیم ایران باید کاملاً بفهمد که عواقب نرسیدن به یک توافق نهایی چه خواهد بود. به این رژیم باید تفهیم شود که اگر به برنامه اتمی خود ادامه دهد، تحریم‌های بسیار سخت‌تری در راه است که صادرات نفت و محصولات پتروشیمی این رژیم را نیز در بر خواهد گرفت.